زبان انگلیسی وقتی میخواید افراد، ایده ها یا اشیا رو معرفی کنید، پیدا کردن لغت مناسب معمولاً کار آسونی نیست. حتی گاهی اوقات خود افراد انگلیسی زبان هم برای پیدا کردن صفت مناسب با مشکل روبرو میشن. وقتی میخواید شخصی رو توصیف کنید، از اونجایی که چهره، خصلت و رفتارهای متمایزی داره اون شخص، توصیف کردنش ممکنه دشوار باشه. صحبت کردن در مورد ظاهر افراد بنا به دلایل مختلف کار پیچیده‌ایه. شاید شما زمانی که بخواید از اون شخص به خوبی صحبت کنید، کلمه نامناسبی رو به کار ببرید و این باعث ناراحتی و کدورت بشه. بنابراین داشتن دامنه لغت قوی در رابطه با توصیف چهره و ظاهر افراد میتونه خیلی بهتون توی زبان انگلیسی و داشتن مکالمه بهتر کمک کنه. به همین منظور توی این ویدیو قصد دارم لغات و جملات و عباراتی در رابطه با توصیف چهره افراد رو براتون آموزش بدم. امیدوارم که این کلمات و عبارات بتونه براتون مفید باشه و زبان عمومی و مکالمتون رو تقویت کنه. بسیار خوب، بریم سراغ اولین عبارتمون. He has a long nose. او بینی بلندی داره. کلمه long میدونید به معنی بلند هستش. He has a straight nose. Straight میدونید یعنی صاف. او بینی صافی داره. He has a straight nose. She has a turned up nose. Turn یعنی پیچیدن، چرخیدن. Turn up یعنی به سمت بالا. پس she has a turned up nose یعنی او بینی سر بالا داره. She has a turned up nose. او بینی سر بالا داره. He has a crooked nose. Crooked یعنی کج و معوج. He has a crooked nose یعنی او بینی کجی داره. He has a crooked nose. He has a broken nose. Broken یعنی شکسته. He has a broken nose یعنی او بینی شکسته. معمولاً بوکسورها، ورزشکارای رزمی، این اتفاق براشون زیاد میافته. He has a broken nose. She has a flat nose. She has a flat nose. Flat یعنی صاف. She has a flat nose یعنی او بینی پهنی داره. پس flat nose یعنی پهن، بینی پهن. She has a Roman nose. از اونجایی که رومی ها در زمان گذشته بینی های عقابی شکل داشتن بر اساس مستندات تاریخی، اسم این مدل بینی رو هم گذاشتن Roman nose. پس She has a Roman nose یعنی او بینی عقابی داره. She has a Roman nose. She has thin lips. او لبهای باریکی داره. Thin lips. او لبهای باریکی داره. She has full lips. Full یعنی پر. او لبهای پهنی داره. لبهای پری داره. She has a pointed chin. Pointed یعنی نکتیز. پس She has a pointed chin. یعنی او چونه باریک و نکتیزی داره. He has a cleft chin. Chin یعنی چانه، همونطور که گفتم. Cleft یعنی شکاف. He has a cleft chin یعنی که او روی چونش شکاف داره. اون گودی روی چونه داره. He has a cleft chin. He has a double chin. یعنی او قبقب داره. به قبقب میگیم double chin. چن به تنهایی یعنی چانه. دابل چن یعنی قبقب. He has a prominent chin. Prominent یعنی بارز.
برجسته. He has a prominent chin، یعنی اینکه او چونه بزرگی داره، چونه ای داره که کاملا واضح و مشخص هستش. He has a prominent chin. She has a dimple on her cheek. She has a dimple on her cheek. Dimple یعنی گودی. Cheek یعنی گونه. She has a dimple on her cheek. یعنی او چاله روی گونه داره. Dimple, cheek. She has a dimple on her cheek. او چاله روی گونه داره. He has a scar on his cheek. He has a scar on his cheek. Scar یعنی برش، خراش، بریدگی. پس میگه او روی گونهش اثر خراشیدگی داره، اثر بریدگی داره. He has a scar on his cheek. She has freckles on her face. She has freckles on her face. Freckle یعنی ککومک. She has freckles on her face یعنی او روی صورتش ککومک داره. یا میتونیم جمله رو به این صورت بگیم. She is freckle-faced. She is freckle-faced. هر کدوم از اینا رو بگیم فرقی نمی کنه. نکته مهم این که باید بدونیم کلمه freckle به معنی ککومک هستش. حتما این کلمه باید توی دفترچه‌تون نوشته بشه. She has freckles on her face. She is freckle-faced. She has a mole on her cheek. She has a mole on her cheek. Mole به معنی خال هستش. او روی گونهش خال داره. Cheek به معنی گونه بود. Mole به معنی خال هستش. She has a mole on her cheek. She has wrinkles around her eyes. She has wrinkles around her eyes. Wrinkle. به تلفظش دقت کنید. ورینکل نیستا. Wrinkle. Wrinkles. Wrinkle به معنی چین و چروکه. She has wrinkles around her eyes. Around هم یعنی دور، اطراف. پس میگه او اطراف چشماش چین و چروک داره. He has a gray beard. He has a gray beard. او یک ریش توسی رنگ داره، در واقع همون جوگندمی هستش که ما توی زبان فارسی میگیم. He has a gray beard یعنی او ریش جوگندمی داره. He has thick mustache. He has thick mustache. Thick یعنی کلوفت، زخیم، پر. Mustache یعنی سبیل. پس he has thick mustache یعنی او سبیل پری داره، سبیل پرپشتی داره. He has thick mustache. He has a tailored beard. He has a tailored beard. او ریش منظم و مرتبی داره. کلمه tailored یعنی دست دوز. خود کلمه tailor به تنهایی یعنی خیاط. tailored یعنی دست دوز. چیزی که دست دوز هست معمولا تمیز و مرتبه. بنابراین یه معنی دیگه یه کلمه tailored یعنی برازنده، مناسب. پس he has a tailored beard یعنی او ریش برازنده‌ای داره، ریش تمیز و مرتبی داره. He has a goatee. He has a goatee. Goat به تنهایی یعنی بز. Goatee اون ریشی هستش که ما توی زبان فارسی میگیم ریش پروفسوری، که البته بعضی ها ممکنه بگن ریش بوزی. He has a goatee یعنی او ریش پروفسوری داره. Goatee. He has long sideburns. He has long sideburns. Sideburn یعنی خط ریش. Long sideburns یعنی خط ریش بلند داره. He has long sideburns. او خط ریش بلند داره. بسیار عالی، خیلی ممنون که همراه من بودید. امیدوارم این کلمه ها که بسیار بسیار مهم و کاربردی هستن براتون مفید باشن. لطفاً کانال من رو
سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید تا ویدیوهای من به محض آپلود براتون نمایش داده بشه. خیلی مراقب خودتون باشید تا فردا شب. شاد باشید.